سلام عمو، صبح بخیر. تلفن ثابت داری؟ ای بابا، پس با یکی کار داشته باشی چجوری خبرش میکنی؟ میرم در خونهش. تلفن ثابت نداره، آنتنم نمیده. بعد مستم باید بری تای مزرعه، اونجا خط میده. سلام عمو جون، چای نواتی، عرق نعنای چیزی نداری؟ چی شده؟ یکی حالش به هم خورده. ظفر شهاب. اونا میخواد اینجا بشینه؟ اون بشینه زحمت رو کم میکنی. تو که هنوز اینجایی همون. ظفر شهاب. اینه که از آسمون میباره برف نیست، پنبه است. پنبه ناز داره، باد تون بهش بخوره خودشو ول میکنه، میمیره. گزارش میدم بیان خسارتشو بد بدن. اسمت چیه؟ اولیشو ندونه، سنشون دید قبول. این یکی دیگه حق نداره تو زمینم بشین. صبر کنم. و کجا؟ میرم با رئیست حرف بزنم. اونی که اونجا میبینی رئیس تو هم هست. من رئیس ندارم. رئیس جمهور رئیس همه است. برام، برو چای نباتت آماده کن، شاید بیارمش تو کلبت. اومده بودیم پالایشگاه افتتاح کنیم، هلیکوپتر نقص فنی خورد، مجبور شدیم بشینیم تو پنبه ها. فدای سر رئیس جمهور. اوکی. از خواهرت بپرس. زینب هم خبر نداره.
مامور دولت دست زن باز کنم که چی بشه؟ ماموری، رئیسی، ناتوری، چه کاره ای تو؟ خودتو به اون راه نزن نمت، خوب میدونی چه بلایی سر زمین اومده. آقا من بیچاره از دیشم سر کشی کم، از کجا باید بدونم؟ این در همیشه باز بود، حالا چرا بسته است؟ ببین، اون دوربین داره از تون فیلم میگیره، اگه اینجا بخواید کله خری در بیارید براتون بد تموم میشه. آقا اینجا ملک دولته. بی شرف، ما زمینامون نابود شده، تو ما رو از این دوربین بیترسونی؟ بزن خوردش کنه دوربینو. نه علی نه، اینو زده جوان نذار، ولی داره از تون فیلم میگیره. نکنین صد بار نکن، شر میشه بچا. نزن شرابش کردی. نکنین بچا شر میشه. آقا چرا هار شدی؟ به اون اربابت بگو بیاد جواب ما رو بده. امروز جمعه است، تعطیله، هیچ کس اینجا نیست، برید شنبه بیاد. آقا رحمت، شما چرا قاطی زبونی نفهما شدین؟ نعمت درو باز کن، سد خاکی رو ببینیم. آقا ببینید که چی بشه. می‌خوایم ببینیم هنوز آب داره یا نه. آقا رحمت، به شما چه ربطی داره که اینجا آب داره یا نداره؟ پس وایس کنار ربطشو نگاه کن. نعمت حرمت نگهدار، آقا رحمت ریش سفیدمونه. نعمت خوب خود بچه محل ما چی کار میکنه؟ نکن نکن. الو آقا مهندس، اینا میگن آب رفته تو زمینامون، مگه آب نرفته تو بیابونا؟ آقا زدن در شکوندن، الان اومدن اینا بچه محل، تو رو خدا منو با اینا در نندازید آقا مهندس. یا قرآن، تا چند روز پیش اینجا پر آب بود. Oh!
داره بابا من یه نگهبانه بلکن بایش ها رو من بابا اینا میخوان ما رو از زمینامون فراری بدن. برید اقف کسی جلو نیاد برید اقف هی هی اونا نه نزدیک که اونا نشو همه تون نشونه گیریه منو دیدین نمیخوشم ولی اگه بزنم ناکار میکنم بزنشه داری بزن بزن ببینم پسر بابتی اقف باشه اونا همه شاهد باشن عزت خودش خواست بمیره آهای چی کار دارین میکنین؟ با اون ماشین ها چی کار دارین؟ اونا مال ماست تو رو خدا بیا این دیوونا رو تا نکشتم از اینجا ببرشون ما با نعمت کاری نداریم اون نگهبانه کارش هم داره درست انجام میده ما همه همینجا میشینیم و منتظر میشیم تا رئیسش بیاد شما هم بیاین پایین اومدن گوش کنید اگر نمیخواید بیافتید دست جناب سروان همین الان همتون برید منم شطور دیدی ندیدی ولی اگر افتادید دستش وجدانن یک ماه میافتید تو زندان آب خونک میخوری و منم دیگه کارت حالا خودت میدونی میخوای برو نرو سرف بهش کن الان عزادار رسیدم خودت شدی سگلی نه آقا رحمت فرمانده کار داره فقط با من کار داره؟ بله دایی ما رو حرفمون هستیم ها امضاش کن این چیه؟ آزادی موقت برای چی آزادم؟ به خاطر ریش سفیدتون ممنون من میرم چی جوانا بمونم آقا رحمت آقا رحمت یه امضاست کی زامه شده؟ پس زامن من یحیی بوده نه شما
تصمیم تو گرفتی. با اجازه. کدوم اجازه؟ من دست تنهام. سپردم بیان کمک. مزدشم با من. کمک؟ من این زمین رو به عشق تو آباد کردم پسر. میدونم. منم جایی میرم که زمین همین مملکته. حرفامو به خودم پس میدی؟ خب مگه دروغ میگفتین؟ من به کنار. زنت چی میشه؟ من اجازه گرفتم. اونم مثل من. بابا رحمت، اذیتم نکن. بذار با دل آروم برگردم مرز. بمون اینا رو درو کنیم بعد برم. دیر برم سنگرم خالی میمونه. باشه برو. منم باید یاد بگیرم که دیگه یحیایی ندارم. نمیخوای دست از سرم برداری؟ خب منم داغ دارم، یحیی دامادم بود، ولی این کارت خیلی زشته داداش. همه میدونن که من سال هاست پامو تو روستا نذاشتم. خب برای همین میگم الان وقتشه که بیاد. وقتشه همه اونایی که به تهمت زدن گفتن رحمت همه جوانای ده برداشت پر جنگ دست خالی برگشت، الان بیان خودشون ببینن چجوری جگر گوشت بغل همون شهید رو خاک بکنی. رو برو، تو الان باید کنار عروس و نوام باشی. برو زینب و تنهاش نذار. سلام دی. یحیی تو رو خیلی قبول داشت، فقط تو میتونستی نظری بره. میتونستم، اما دلم نیومد بگم نه. برای چی اومدی؟ اومدم بگم اگه شما نیاییم پیش واسه یحیی، منم نمیرم. یحیی میدونه من چرا نمیام. منم میتونم، همه میدونم. خدا، خدایا، اگه وقت مرگم رسید منو در مقام شهید از دنیا ببر، تا شاید این جدایی من باعث وصل بابا رحمت با مردم عدل‌آباد بشه. عدل‌آباد از بابا رحمت محروم شده و این جدایی نه حق پدرم و نه حق عدل‌آبادیه. اینو دیشب باز کردم، وصیت نامه یحیاست. خاتمم بیا، محمد مصطفی صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام علیکم. خیلی تسلیت میگم. خیلی محبت. زحمت کشیدیم. لطفا تشکرم. تشکرم.
سلام آقا رحمت، تسلیت عرض میکنم، غم آخرت باشه. شما چرا اینجا اومدین؟ اومدم رفقای یحیی رو ببرم. رفقای پس... کدوم رفقا؟ اونایی که الان تو بازداشتن، همه رفقای یحیی. اونا باید تو بمونن، یعنی ما اجازه ندارم. شرمنده. پس منم بازداشت کن. شما آزادی عمو رحمت. الان همه مقامات اومدن عدل‌آباد. بده شما اینجا باشینا. گویا پدر شهید تشریف بردن پاسگاه. چیه؟ نظرتون چیه؟ نظر چی چیه؟ حالا وقت هاشا نیست؟ خبر رحمت به ما رسیده. آقا کی به شما راپورت داده؟ آقای فرماندار، میخواید روح این شهدا شاد باشه؟ سلام سفید، بیا. آقا خوبیت سب کن، خوبیت نداره مقامات به ما پدر شهید تو باز داشته. با مسئولیت من حلش کن، حلش کن آقا، حلش کن. خیلیشو میبینی انشاءالله. نکو سرباز خجالت بکش. توف به غیرت ما. چی گفتی؟ بل کن مادر من، جنازه رفیقمون یحیی رو زمینه، ما نشستیم اینجا تماشا. علی باشید، باشید، داریم زیر تابوتشو بگیریم. بگیرش، دوباره دنبالش. جون مادرتون بگردید. نمیبینیم یحیی جان اومده. انگار همین دیروز بود که رفیقت، شوهرم، سایه بالای سرم با خودت بردی جبه از ته همین خیابون برش کردی. حالا اون اینجا خوابیده و تو پشت این خیابون رو گل بگیرن که دیگه عزادار نشه. ممنون که اومدین دایی، حرف دارم یحیی رو هم خوشحال کرد. بشین با هم قرآن بخونیم. شهید آزاد الله اکبر، پیوستن الله اکبر، شهید آزاد الله اکبر، پیوستن الله اکبر، شهید آزاد الله اکبر. بابا رحمت، بابا رحمت، جونم یحیی،
نمیشه منم با خودت ببری؟ من که الان پیشتم بابا. نه، وقتی خواستی بری. جبهه جای بچه ها نیست. وقتی بزرگ شدم میبری؟ حالا تو بزرگ شو، من قد و بالاتو ببینم. قول میدی بابا رحمت؟ قول میدی؟ باشه، قول میدم. کاش لال میشدم و قول نمیدادم. باشو دایی، باشو گریه ها اومده. بر نام حسین و کربلا و یک صلوات، بر نام عبد فضل و وفا و یک صلوات. لا اله الا الله، اسمت افهم یا یحیی ابن رحمت. قربان سر بایدن یا کسی نمیخواد حرف بزنه؟ شرمنده، حریف نشدیم. شیطون بدجور رفته تو جلدشون. التماس کردیم، قسمشون دادیم، ترسوندیمشون، اما چون شرافت تو وجودشون نیست نیومدن. جناب سروان، فوش به پسر فوش به پدره، مواظب زبونت باش. ای گماشتا درزه داشتن الان همشون کد بس اون تو میدن. قربانی، این چی میگه؟ جناب سروان، هیچ آجلی، شما قرار شد باشه. آقا چرا بهتون بر میخوره؟ والا بلا اگه منم جا جناب سروان بودم پای شرافتی میکشیدم وسط. پسرامون از اعتماد جناب سروان سوء استفاده کردن. همین. شما برای چی اومدی؟ منم پسرم گرفتاره. پسر ایشون؟ همونی که نگهبانو پرد کرد پایین. قربان پرد نکرده، همه شهادت میدن که خودش افتاده. شاهدات کجا هم؟ من شاهدم. منم شاهدم. ساکت. خدا وکیلی اونا بیان برن اون تو چی درست میشه؟ اونا مجرمن، مجرمم جاش اون توه. اجالتن ما گروگان شما، اجازه بدید ما بریم اون تو، شاید به غیرتشون بر بخوره و خودشونو بیان تسلیم کنن. برید بیرون، برید تا کار دست خودم نهدم. یه مجزه وار در رفته اومدن واسه قانون تکلیف تعیین میکنن. میبینی رحمت، هم زمینامون از دست دادیم، هم جوونامون آواره شدن. نکبت، نکبت یقه عدل‌آباد گرفته. خب بالاخره تکلیف زمینا چی شد؟ شما که ما رو قابل ندونستی با ما بیای. هنوز خونه یحیی خوش نشده بیافتن به حراجش؟ مگه فقط شما عزادیدی؟ حاجلی هم پدر شهیده، مشباقر هم پدر شهیده، ولی اومدن. رحمت، خیلی جا رو انداختیم بالا. فرمانداری، جهاد کشاورزی، بیمه زمین، اداره آب، خوب شد نبودی تو. بله، حتی من و حاجی رفتیم خدمت امام جمعه. بگو چی گفت امام جمعه. چی بگم؟ گفت با این کارایی که شما کردید هیچ کس پشتتون در نمیاد. همه یه چیز میگن، اول پسراتون تسلیم، بعد دادگاه و محاکمه قاتل. قاتل؟ بعد... مگه نگهبان مرده؟ فرقی با مرده نداره مهربانو، هنوز بیهوشه، شاید هم هیچ وقت هوش نیاد.
میگن اول باید سی خسارت اموال تخریب شده بیت المال بدین، بعدم دیه نگهبان بدین، بعدم باید همگی جمع بشیم بگین غلط کردیم رفتیم سراغ سد خاکی. خب میگفتن من بگم غلط کردم؟ من بگم غلط کردم رفتم سر سد خاکی؟ پس آب شوری که انداختن تو زمینمون چی میشه؟ مهندس سد خاکی کلن داره حاشا میکنه که آب شور رو ول کرده تو زمینمون. شما نمیخواین جلستون رو ببرین بیرون؟ حالا میخواین چی کار کنه؟ میبینی که اومدیم اینجا بریم تو زندون؟ اصلا حرف آب و زمین و کشت و زحمت دود شد رب رو هوا. والا ناامیدی کفره. بالاخره دستی بالای دستا هست؟ چی هست؟ میفرمان بریم خدمت استاندار. استاندار کیه؟ بالاتر. منظورت وزیره؟ از اونم بالاتر. از وزیر بالاتر رئیس جمهوره. من که اول منظورم خدا بوده، حالا فکر میکنید گفتم رئیس جمهور؟ مگه چه اشکالی داره؟ جمهور یعنی مردم. ما مردمیم و حقمون زائل شده، چرا حقمون از خودش مطالبه نکنیم؟ بابا چه دل خوشی داره این ملا آقا والا. بابا الان جناب سروان میاد دقیق دلی چه سرم من خالی میکنم. آقا موسا بفرمایید بیرون. بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید یه بالی بخوری تو سرمون شاید عقلمون به سر جاش. ببخش رئیس جمهور. والا رئیس جمهور بفرمایید. آقا رحمت خانم شما هم بفرمایید. ملا حرف درستی زد، چرا داده اون از خود رئیس جمهور نخواه؟ مرد حسابی، اینجا که همه ما رو میشناسن این حال روزمون، وای به حالمون که بریم اونجا هیچ که ما رو نمیشناسه. میخوان بشناسن یا نشناسن ما به زبون همین خاک و مملکت حرف میزنیم. من فردا سحر از گلزار شهدا را میفتم با تراکتور. راست راستی تا تهران میخوای با تراکتور بری؟ آره با تراکتور، هر کی هم خواست بیاد باید با تراکتور بیاد. آقا رحمت شما با این تراکتورها تا عوارضی هم نمیرسی. پس تو چی کاره ای؟ یعنی منم بیام؟ ببین غیرتت چی میگه. رحمت تو یه استراحتی بکن، خسته ای. این سفر یه هفته ای طول میکشه، آب و دون و سوخت هر کی پای خودشه. یادش بخیر، یاد جبهه افتادم. منو میام رحمت جان. من چون دیدم جماعت ناامیدن خواستم یه چیزی گفته باشه. لا اله الا الله. انگار یادت رفته دو روز دیگه هفته یحیاست. اونایی که اینجا میمونن هفتشو میگیرن. شماها انگار یادتون رفته که پسراتون کجا. منم باهاتون میام. فقط ریش سفیدا. اگه میخواین حرمت من و یحیی رو نگه دارین، دوست ندارم مسافران این سفر رخت عزاتنشون باشه. یعنی واقعا میشه تا اونجا با تراکتور رفت؟ اونی که بخواد بره پیاده میره. تو نامد ازم خواستی عدل‌آبادی رو تنها نذارم. به چشم. ولی این دفعه مرد و مردونه تا هم تنها نذار. تو اینجا چیکار میکنی؟ برو پایین. گفتم برو پایین. برو پایین. بیا پایین.
این سفر به درد تو نمیخوره. برو پی زندگی. نمیتونم. نمیشه. بخوای میشه. نمیشه. همه ریش سفیدا برم، من یکی بمونم اینجا تنها؟ حالا اکثریت اگه نرن، خب منم نمیرم، میمونم. منم دلم به این سفر رضا نیست. خب نرو، بشین خونه، خودم به جات میشینم پشت تراکتور. اگه رئیس جمهورم ازم پرسید شوهرت کن، میگم خدا بیاموزش، به رحمت خدا را. آقا صلوات ختم کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حاجی احبا بدمو. بگیر بگیر بگیر. یا خدا حاج علی، به همون میخندن مرد حسابی، مگه میخواییم بریم جنگ؟ ببین میمو، کاری با تنبونه تا دارم که تو گیر دادی به ما. تو اگه راست میگی زن تو راضی کن کنونتر. من فقط گفتم هر چیزی جای خودشو داره. همین آقا میکائیل، مگه نمیخواییم بریم خدمت رئیس جمهور؟ خو اگه فردا حاج علی تو تلویزیون نشونش داد، نباید بفهمن مرد کدوم دیاره؟ باز این رحمت برگشت به عدلاباد، ببین چه بساطی به پا شد. همیشه همین بوده. بشین بتون بذار حرفمو بزنم. انگاری یادتون رفت که رحمت قبرستون چطوری آباد کرد. خو اگه خیلی ناراحتی دست شوهرت بگیر برو خونت، کسی که مجبورتون نکرده. معلومه که نمیذارم دوباره یکی دیگه بیاد کنار دست اینا. میشناسید؟ برادرمه. رباب یادت رفت؟ برادر تو رحمت چه ولوله‌ای تو ده به پا کرد که جوونا باید همه برن جنگ. خب مگه دروغ میگفت؟ جنگ بود بطول خانم، جنگ. جنگ بود که بود. بچه را خودش یه زخم بر نداشت ها؟ لا اله الا الله. حالا همون رحمت میخواد شوهرامونه تو این سفر خطرناک ازمون بگیره. من خب گفتم من خجالت داره. کوتا بیاین. رحمتم رسید. یالا دیگه وقت رفتنه. یالا. دایی جونه، دایی مراقب خودتون باش. این سفر نه سفر زیارتیه نه سفر سیاحتی. معلومم نیست دو دوتاش میشه چند. پس هر کی به فکر حساب کتابه بهتر خودش رو اذیت نکنه و با ما نیاد. اما اونایی که فکر میکنن هنوز دلشون جوونه، بسم الله. آقا موسا خدا پشت پناهت.
برای چی افتادی دنبال ما؟ جرأت نداری بگی؟ پس من میام بالا. مگه نگفتم فقط ریش سفید و حق دارن بیان؟ چشت گیسه سفیدم رو نمیبینه؟ گیسه سفیدار تو روستان، برگرد پیش اونا. پس تو به ریش سفیدا دستور بده، اجازه من دست تو نیست. به به، مبارکه مهربانو. زنم خواست بیاد به غیرتم برخور. نگو یه همسفر زن داری. این یه سفر مردون است. بس سلام. منم جوونم آواره بیابونا شده. نگران نباش مهربانو. ما به فکر همه پسرا هستیم. شما نگران خودتون باشید، منم نگران خودم. زشته یه زن بین این همه مرد اصلا شکل خوبی نداره. تو یه مرد نشونه من بده، من بگم چشم. آهای زبود راز، یه کاری نکن خیلت همینجو اعلام کنم. حاجلی، حاجلی، میخوای کار دستو بگدی؟ حالیه، بلش کن. حالیه رفتین زیارت بی بی؟ حواستون بود که از یه زن حاجت خواستین؟ میبینی بیبی زوارا، تو از تو که زنی حاجت میخوان، اون وقت ببین با من چه میکنن. جاده زن و مرد نمیشناسه، مال همه است. خسته نباشی. تراکتور سواری چطوره؟ مولا آقا، ما خودم شاهد بودم تو پاسگاه، گفتی بریم پیش رئیس جمهور. حالا من هم برات کادو دارم. بلندش کن. باشه. باشه. پدرای خوشخیال. پناه بر خدا. خبر دارین اگه پسراتون تسلیم نشن، ما حق تیر داریم؟ خبر دارین اگر از حوزه استفاضی ما دور بشین، دیگه کسی رحمت و حاج قاسم و ملا و مهربان رو نمیشناسه؟ خبر دارین ما دیر یا زود پسراتون رو دستگیر میکنیم؟ اون وقت اگر اومدین جلوی در پاسگاه گردن کش کردین، شماها رو مجبورم بندازم برای در پسراتون؟ رئیس این کاروان کیه؟ بابا رئیس این کاروان رو نمیدونین کیه؟ خب شما که جرأت ندارین رئیستون رو معرفی کنین، چطور میخوین برین جلوی رئیس مملکت حرف بزنین؟ بابا شرمندم، حلالم کن، شیطون گولم زد. تکرار کن، بذار همه بشنون، من این حرفام فقط برای بابای تو نیست. بابا شرمنده که شما رو تو زحمت انداختم. اگه با چشمای خودم شما رو اینجا نمیدیدم باورم نمیشد. من به شما افتخار میکنم. آفرین به همتتون. ای کاش منم کنارتون بودم. بشین بابا، نگران ما نباشین. بشین. باشه بوق بزنید، شادی کنید. میبینم روزی که اومدین جلوی در پاسگاه، اون وقت نوبت منه که براتون بوق بزنم. Thank you.
بابام به کشتن میدی مسخره. همیه فشنگی وقتی بزرگترها بچه بشن معلومه رحمانم انتر بازیش کنی. تو نمیدام نو ابل فضلی لباس وای وای حاجی موسا طوری نشد. بیا بیا فرمانو بده من. بخ شدم رحمان. نه بابا دورن جون بده من. بیچاره شدم. نه بیچاره شدم. اینو برای چی گرفتی؟ نه ترس حاج موسا به دست دادم بیا پایین. کمرم شکست. نه 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 مشکلی نیست. الحمدلله به خیر گذشت. به خیر گذشت. یادتونه؟ آره هیچ کدوم تراکتور نداشتی. من با همین تراکتور زمین های همه تونو شخ میزدم. دلم شکسته آجالی، من دیگه مرد این سفر نیست. به چش حاج موسا ترسیدی؟ به چش نمک واسه من خوب نیست، پریزم. حالا یه ذره به چش خوبه، برا ضرر نداره. با چه روی برگردم عدل آباد؟ این سفر شگون نداره، اون از سرکار قربانی، اینم از مشموسا خودمون. اگه کسی دلش رضا نیست میتونه کمک کنه به حاج موسا و برگردن عدل آباد. والا داریم میریم دیگه بابا، هی بوک میزنه. الله اکبر الله سبحان ربی الاعلى الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اجازه هست چند جمله مزاحم محفلتون بشم؟ ان شاء الله خیره. دعا کنید. قبول باشه آقا رحمت. به من خبر رسیده که دارین تشریف میبرین تهران. راست دیگه. من تهران رفتن جرمه. خیر. جرم نیست. حالا کجاش میخواین تشریف ببرین؟ ما میریم تهران، خیابان پاستور. پاستور منظورشون دفتر رئیس جمهوره. حالا با ایشون چیکار دارین؟ عدل آبادی ها از دست زیر دستای شما دلخورن، حقم دارن. یکی حاضر نشد به درد دل این مردم بلادیده گوش بکنه. ببخشید آقا میکایل، شما تو این مسافره سخنگوی ما شدی آقا. اولا من هنوز رئیس شورای عدل آبادم، دوما نماینده محترم دولت. پرسیدن کجا تشریف میبرید، شما همه تون لال شدی. خوی همه را اومدن یا با پرسن؟ ایمای همه ساعت پشت دفترتون نشسته بدیم، سی چی یه نفر نیومد بگه خرد به چند؟ پس دلخورین؟ بالاتر، ما شاکیم. پس میخواییم برین شکایت؟ میخواییم به جای اینکه کارا قانونی حل بشه اختشاش را بندازیم مثل قائله صد؟ شما اومدید سر نماز جماعت به ما بگید اختشاشگر؟ مگه غیر اینه مولا آقا؟ نگاه به سر و وضعم نکنید، من بچه ادعاتم، تسلیم این بازی ها نمیشم. اگه کارم به استعفا هم بکشه بازم پاشوایی میستم. اصلا چه معنی داره وقتی که قانون به نفع کسی نباشه پاش سرشو بندازه پایین بره پاستور؟ آقایون من شعبه همون پاستورم، بفرمایین. آقای فرماندار قسم به همین قبله که پشتت بهشه، همین آقا شاهدن چند دفعه اومدیم دم دفترتون دردمونو بگیم رامون ندادن آقا. نداده باشن؟ مگه فقط مشکل شما چند نفر مهمه؟ کلی مشکلات ریخت سر ما و فرمانداری.
برای همینه که داریم میریم جایی که شعبهش خلوت باشه. دیگه از تو بزرگتر اینجا کسی نیست، تو داری نطق میکنی؟ یکی خریت کرده او شورا به جایی که ول کنه بیابون، ول کرده زمینای ما. اومدیم گفتیم خسارت، فهمیدیم یه چی هم بده کاریم. یک بار دیگه جلو آقای فرماندار میگم، هیچکی مجبور نیست تو این سفر با ما بیاد. این شما، اینم شعبه پاستور که اومدن به حرفاتون گوش بدن. من تو حیرتم، چطور ممکنه پسری جونشو تقدیم امنیت کشورش کنه ولی پدرش به جای احترام به این شهید امنیت کشورشو به خطر بندازه؟ شنیدی ملا؟ خدا کنه اشتباه شنیده باشم ملا آقا، که آتش بیار این معرکه شما بودی. تا نخوانی لا اله الا الله را، در نیابی منهج این راه را. اولا برای عدل آبادی ها خیلی زشته که بینشون خبرچین باشه. دومن قصه رحمت رو چرا چپکی نقل میکنید؟ پدری پسرشو قربانی امنیت کشورش کرده، حالا عمدن یا سهواً به این پدر ظلم شده. اگر دستگاه بهش توجه نکنه چاره ای جز این خروج باقی میماند. حرفت حساب مولا آقا، به شرفم قسم من این مشکل رو حل میکنم. پس شکر خدا برمیگردیم عدل‌آباد. چرا که نه، ما مردم با معرفتی هستیم، میتونیم با مذاکره همه مشکلاتمون رو حل بکنیم. آقایون به هر حال میل شماست، ولی اگه تراکتوراتون به اتوبان برسه خدا شاهده هر قول و قراری که اینجا بستیم باطله. خیر پیش. آقای فرماندار. آقا میکایل، یا همه با هم برمیگردین یا تر خوش با هم میسوزین. خطرناکی کردیم. دیوونه است دیگه. وای مانی، زنم دارن مرکز. چه باحاله. آقایون کجا تشریف میبرن؟ ببخشید این آقایون به شما چه ربطی داره؟ بد اخلاق. خب نگو. مانی برو چه خانومه. با رئیس جمهور چی کار دارین؟ ببخشید از مردامون بپرسیم بهتره. میدونی تو ایستا خبرتون پخش شده مشهور شدین؟ این ایستا گلاب خورده بابا، فضولی کرد. شما همون کشاورزه این که از رئیس جمهور وقت ملاقات میخواین؟ برو به کارت خانم، این یه گردش دست جمعیه. برو برو سی خودت. خب این همه تراکتور ریسته شدی تو جاده که کجا بری؟ سر قبر پدر خدا بیامرزه. دست از سر ببنده برا. خانم جنا دوشی کردی. آخون آقا بزن کنا را خود خانده آخو بزن کنا. وای نه اصلا، راه دو برو.
خیلی حوصله میخواد تا تهران با این سرعت برین دا. کی گفته ما میریم تهران؟ این حالا خدا کنه حاجت بده. کی حاجت بده؟ امامزاده پاستور، کاشفی واکسنی ضد هاری، شناختی؟ کاشف ضد هاری رفتین ما رم یاد کنی. به خدا پلیسی کوهستان کار سختیه، مخصوصا تابستون آشا خیلی ستم. اگه دست خودم بود تا دری امامزاده اسکوردتون میکردم. بدبختی من اینه که نگهبانی قانونم و این سفری شما توی کتاب قانون نیست. اون ماشینی ما رو میبینی؟ میبینم. کنارش یه خروجیه، رسیدی میپیچی تو. نکنه سفارش شده ایم؟ بیخیال، راه ما سخته، سختارش نکن. تراکتور آدون و جلو پاسکا زب کنم بهترست یا این سختی رو بکشیم؟ راه رو که بلدی؟ اون جاده خطرناکه. حوزه‌ی دخالتی مام تا آخر اون جاده است که میخوره به پل. تا دیر نشده است از اون پل رد شیم. حالا که دیره میخوریم به شب. بهتر تا اینا خوابن رد شیم. حالا دیگه خیلی چشما رو شماستا. نیگردا نشون بدم هوش از سرت بپره. بابا میخوام یه چیزی نشونت بدم کسی نشنوه. بذارم تو گوشت اینو نگاه کن، نگاه کن، ببین. بیا تماشا کن رحمت، ببین چه آشی برای ما پختی. آقا رحمت جلوتر از شما دیده. دیده؟ بله. آبروی عبدآبادی دود شد رفت. والا آخر از زمونه. فکر کن صبحی ما راه افتادیم الان فیلممون تو دنیا پخشه. کاش ما هم مثل شیرعلی برمیگشتی. نه، یکی دو نفر برگردن که توف سر بالاست. عبدآبادی و باسی پشت به پشت هم دیگه باستن. مثل این که رحمت زیاد بدش نیومده از این راپورتی که براش فرستادن. از دیدن سیر نشدی رحمت؟ سحر تو گرزار شهدا غریبه بینمون نبود. غریبه کدومه؟ همه زن و بچه ها خودمون بودن. پس این فیلمو کی گرفته؟ من فکر میکنم بدونم کار کی بوده. کدوم نمک به حرام این کارو کرده؟ آقا نمیخواد بحثو عوض بکنی. هر کی گرفته گرفته دیگه. نکنه بای خدا جیره. من به گور جد و آبادم بخندم بخوام یه همچی خیانتی در حق عدل‌آبادی انجام بدم. کار نامزد من بوده. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی میفرمایین گلنار دختر من برای بی بی سی فیلم فرستاده؟ نه آقا اسماعیل، گلنار خانم فکر کنم تو اینستاش به اشتراک گذاشته، بی بی سی هم برداشته. این تهمت آقا، این تهمت اشتراک چیه؟ من اجازه نمیدم کسی به دختر من تهمت بزنه. دختر اسماعیلی که تورا با ما نبوده. این فیلم ها تورا گرفته شده. بده من ببینم. این که تراکتور اسماعیله. پس جاسوس خودیه. گفتم اخلاقت عوض شده. به جان گلنار روحمم خبر نداشت. جواب بدید بابا. بیدن بابا بیمیسی چی کار دارم آقا؟ آقا اسماعیل، آقا اسماعیل، آقا اسماعیل، بیا ببین. میگم شما این فیلمایی که گرفتی رو
برای گلنار خانم فرستادی؟ خود گلنار به من یاد داده چجور بفرستم. پس جاسوس دخترشه. آخه گلنار از کجا میدونست که فیلماش میخواد سر از بی بی سی در بیاره؟ دیگه بدتر، اگه نمیدونی که این ماسپوسک چه بلایی سر مردم در میاره، برای نسبت غلط میکنه گوشی میگیره تو دستش. آقا میکاییل، من اجازه نمیدم کسی به نامزدم توهین بکنه. تو حرف نزن، هنوز باباش نمرده داری گردن کلفتی میکنی. چی به من گفت فیلم نجر؟ ها؟ چی به گلنار گفت فیلم نجر؟ کسی شنیده؟ این حرفا که گفتن نداره، خب معلومه. میگم چرا با من مشورت نکرد؟ تو چی کاری ای که با تو مشورت کنه؟ اومدی خونه ما یه دنه چایی خوردی، حالا فامیل شدی؟ حالا به گلنار جوابشو نداده. بابا اینا یه فیلم یادگاریه، همین. برادرم یادگاری تو آلبوم خونه است، آلبومم جاش توی گنجه خونه است، نه تو گوشه غریبه ها. حالا دیگه عالم و آدم میدونه که ما داریم میریم پیش کی. خب بدونن. مگه چی کار میکنیم؟ مگه مسافرت یواشکی میکنیم؟ بابا مگه جاسوسی میکنیم؟ میخوایم بریم با رئیس جمهورمون حرف بزنیم؟ این کجا شیبه؟ همه ی فتنه ها از این موبایله. فتنه خودتی چه از اولش دلیل با اینجا نبود؟ آقا اسماعیل گوشی رو بده بابا، گوشی رو بده دیگه. با این گندی که زدیم نمیذارن پامون تهران برسه. خجالت بکشین، خیلی سرتون ریشاتون سفیده. آروم تکیه بذار ببینم. ایلکون بابا بذار ببینم با منم سر جنگ داری. دماغ به اینا بگو که جرات ندارم بگن کجا میرن، اون وقت میخوان جلوی رئیس جمهور نطقی کنن. بس دیگه، بلنشی باز شب و همینجا بخوابیم. تو اول وقت بریم سراغ خونه زندگیمون عدلآباد. خیلی عجله میکنی میکائیل، با کسی قول و قراری داری؟ قول و قرار چی؟ نمیخوای نظر بقیه رو بپرسی؟ دیگه نظر نمیخوا. خب معلومه باب برگردیم بریم عدلآباد. اینا همش نشانه است، درسته مولا آقا؟ نشونه؟ نشونه چی؟ امتحان الهی. احسن احسن، شاید هم مکافات الهی. اینم میتونه باشه. من دوست داشتم بی سر و صدا بریم تهران، اصلا دلم نمیخواست اینطوری بشه. خب حالا بریم یا برگردیم؟ معلومه که باید بریم. خب دعوا پیش میاد، پسر بچه هم با هم دعوا میکنن، دماغشون خون میاد، خونش هم بند میاد. اینا که طوری نیست. حالا میفهمم منظور اون افسرش چی بود. سربسته گفت ممکنه به بهانه بیان تراکترامونو ضبط کنن. غلط کردن؟ من جرأت دارن؟ مجبوریم الان راه بیفتیم. دیگه دیر شده، هوا داره تاریک میشه. همین امشب باید از این استان خارج بشیم. تو تاریکی شب که نمیشه رانندگی کرد. مجبوریم مشباقه. من نمیتونم شب رانندگی کنم. منم نمیتونم. اونایی که نمیتونن شب اینجا بمونن، فردا برگردن عدلآباد. از خدامه، ولی جواب خواهرتو چی بدم؟ جوابش با من. تو هم بر میگردی. کسی از شما نظر نخواست. این جاده خطرناکه، ممکنه کشته بشی. وقتی شوهرمو با خودت بردی جبهه، بعد فکر میکردی که اون زن و بچه داره. کرم‌علی خودش خواست بیاد، من تشویقش نکردم. پس منم مثل کرم‌علی خودم میخوام بیام. بده من کلیدو. برگرد مهربانو، ما پسرتو آزاد میکنیم. Bravo!
نازن سی چه چپیدی پشت مو برو بیا بالا برسونمه آسم 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 خدا رو شکر زنده ای دست نزم بذار ببینم سالمی بذار من دست نزم نمیبینی هنوز نمردم قبول داری؟ رحمت خلد شده؟ کاری که اون میکنه کار بزرگیه کارهای بزرگ آدمای بزرگ میخواد آدمای بزرگ؟ پس تو هم خام شدی؟ چرا؟ نه؟ وقتی این همه پیرمرد ریش سفید خام بشن دیگه تکلیف زنا معلومه گمونم مخ جا به جا شده اتفاقا جا افتاده تازه دارم میبینم که رحمت همه را دراز گوش کرد داری کاری میکنی همین وسط پل پیادت کنم یاده کن فکر کردی محتاجی تو هم یادت رفته رحمت شوهرت ازت گرفت یادت مجبور شدی پسرت به تنهایی بزرگ کنی نکنه خبرهایی ما بیخبریم آدم های بزرگ نمیخوای ساکت چی؟ چرا قبول نکردیم زن این آدم بزرگ بشیم؟ بیاده دیوانه چه دیوانه بزرگ خوشش آید برای چی اینجا پیاده شدی؟ بر میگرده دیگه یه قدم با شما نمیام بیا بالا قاسم بیا با من بریم برو پیکانت مهربانویم دیدین گفتم میاد خوشم یاد این رحمت یه دنده است مهربانو شیرزنیه کاش جوان بودی کاری داشتی؟ نه شوهر رباب زیادی حرف میزد دلم میخواست کمکش کنم ولی پشت سرت حرفایی زد که مجبور شدم پرتش کنم پایین حالا ممکنه تو هم از من دلخور
آقا رحمت، خبر سفرمون اینه و بام ترکیده. اگه بشنفی چیا میگن شاخ در میری. ببین شرط بندی کردن، میگن که اصلا رئیس جمهور ما رو راه نمیده. اینو ببین، میگن دولت ما رو خریده، همه این کارام فیلمه. بعضی هم که فهمیدن شما پدر شهیدین، به حرمتتون میخوان بیان پیشواز. یه سری هم میخوان به ما اضافه بشن. اگه بیان چی کار میکنی؟ هیچکی به این کارمون اضافه نمیشه. مجبوریم از جاده فرعی بریم که هیچ کس پیدامون نکنه. من دلم خیلی شور میزنه آقا رحمت. از بیخوابیه. بگیر بخواب. چقدر خوبه که تو این سفر بابایی. راستش منم مثل بقیه راضی نبودم تا تو این سفر باشی. گفتم ممکنه با رحمت دعوات بشه. سفر دلی دوتا نمیشناسه. حرفای رحمت رو میزنی. اگه جای رحمت بودم برات میگردوندم عدل‌آباد. چرا؟ دود تراکتور اصلا برای ریت خوب نیست. میدونم، ولی واسه اینجا خیلی خوبه. تو مگه شیمیایی نیستی؟ ریحان بشنفن. علیم، علیم عدادی. سلام، خسته نباشین. علیک السلام. راه گم کردین؟ قیافه ما به گم شده ها میخوره؟ دیدم غریبه ای، گفتم شاید راه اشتباه اومدی. تراکتورت چی شده؟ مثل خودم، زمین گیر شده. امانته. حالا هم شرمنده فامیل شدم، هم شرمنده زمینه که نتونستم شخم بدنم. غمت نباشه، یکی تو ما هست که از تراکتور سر در میره. ما هم حاضریم یه ناخونکی به زمینت بزنیم. بزنم؟ بزن. تو دنده که نیست؟ نه خلاص. خب بس بزن. یکی یکی بلند شید، بگید سی چه اومدید دفترمو. اگه تو بشه رئیس جمهور، من خودم رو میندازم زیر چرخ تراکتور. کوفیه بیوفا، می خودتون انتخابم نکردی. درست انتخابت کردیم، ولی باید مثل رئیس جمهورا خوش اخلاق باشی. دردتو بگو ببینم. چنه دعا میکنم شما بشه کشاورز. شب بخوابی، صبح بلندش ببینی زمینت شده شورزار، دستتم به هیچ جا بند نباشه. اون وقت بهت میگم چه غم بزرگیه. آقا، اگه به دادمون نرسی شبان در روز نفرینت میکنیم.
جلو زبونتو بگیر. ولا دستور میدم مولا رو کول کنی همین جور دور این کارمون سر. هی بچرخی بچرخی بچرخی. جای رئیس جمهور نشستی، شاه نیستی که ظلم کنی. این حرفا رو اسماعیل جلو رئیس جمهوری زنه هممونو بیرون میکنن. حالا تو بگو ببینم تو چه میخوای؟ من میخوام امشب توبه کنم. می چه کار کردی مولا؟ بی موقع دهن باز کردم، باعث درد سر شدم. رفقای من هرچی فکر میکنم میبینم این بار کج به مقصد نمیرسد که نمیرسد. این سفر آخرش ناکامیه. آفرین آفرین مولا آقا. چی گفتم؟ مولا آقا این کاروان 8 نفره، 3 پدر شهید داره، 1 همسر شهید. من بعید میدونم که بریم پیش رئیس جمهور و دست خالی برگردیم. مولا یادت هست پسرت با دست بسته چی گفت؟ بابا من به شما افتخار میکنم، کاش منم کنارتون بودم. من اگه رئیس جمهور بودم به همه تون مدال میدادم، زمین میدادم، دام میدادم. مگه شما چی میخواین؟ حوصله کنید پدرا، طاقت بیارین، هنوز برای ترسیدن زوده. زشت مرد نیمه راه بشیم. چه دل فرخنده ای داره این مهربانو. زمین، دام، مدال. خب به خاطر همینه که نمیذارن یه زن بشه رئیس جمهور. آقایون هیچ فکرش کردین چرا تا به حال کسی کاری به کارمون نداشته؟ ها؟ به خاطر اینکه قرار ما بشیم مایه عبرت. اتفاقا تو اینترنت پیچیده که ما رو گرفتن سرمونم زیر آب کردن. ای به گور پدر اون اینترنت. آقا میکائیل حرف شما رو زده. بفرما. شاهد از غیب رسید. شما قراره داری تهران؟ بله، امر تو. شما قراره رئیس جمهور ملاقات کنین؟ بله پسر جان. پدر پرسیدن امرتون چیه؟ ببین نه به من میاد پسر جان باشم، نه به تو میاد رئیس باشی. پس کی هستین؟ ماموری، عیاری، راهزنی، کی هستین؟ اینو برسون دست رئیس جمهور. این چیه؟ سر بریده. این کیسه رو دادن دستم، ازم خواستن، منم آوردن. عزت زیاد. روشن کنین. راه بیافتی. به دست رئیس جمهور. از طرف اهالی خیرآباد برسد به دست رئیس جمهور. معلومه که خیلی چشما به ما دوخته شده. خدایا ناامیدشو نکن. دیگه نمیشه تو سایه حرکت کرد. باید از فردا آفتابی بشیم. باید جلو چش مردم حرکت کنیم. بهتره اسماعیل و دخترش هم خبر سفر ما رو پخش کنن. چشم آقا
چشم؟ چشمه ها 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 هست. به نظر شما رئیس گروهی؟ تو این کاروان همه رئیسن. جدی؟ جالبه. ولی به نظرم شما رئیسی. تماشا اینجا کجا؟ اینجا چه خبرن بیا؟ چه خبره اینجا؟ منطقه آزاده. ماشینای خارجی رو میارن از اینجا پخش میکنن. اینا خیلی جرونن نه؟ اگه تمام تراکترامون هم بفروشیم به زور بتونیم پول یکی از اینا رو بدیم. نه. والا رحمان بیا کارتو بکن رو پل جایی بعدی وایسادی. باشه اومدم. من قبلا از اینجا رد شدم. اینجا همش گندمزار بود. دیدن گندم به صرفشون نیست، ماشین کاشتن جاش. زمیناشون پر نمک هم باشه فرقی نمیکنه. در میاد. آقا چقدر زیاد هم اینا کی هم؟ سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشین، چی شده؟ یکی از تراکتورها پنچر شده. مگه زاپاس داریم؟ زاپاس که نه، ولی خب پنچر برونیم داغون میشه. باش معطلش نکن دیگه، بشین درستش کن باید راه بیفته. کجا؟ بازداشتگاه. به جرم ما چه نه؟ جرماتون که زیاده. مثلا یکیش همون تفنگی که انداختی گردنت. اون مجوز دارو. مجوز رو کوه داری نه تو شهر. شماها چرا لباس پلیس تنتون نیست؟ همه دادیم خوشرویی. سال دیگه نیست؟ نه. الانم به جرم این که تا اینجاش هم زیادی اومدین. توی راه هیچکی با این آقایون صحبت نمی کنه. یعنی اگه حرفم زد جوابی نمیشنوه.
اگه مردم خواستن بیان باهاتون عکس بگیرن همون شکلکای همیشگیتون رو در میاری. تو چرا ورو ورو داری به من نگاه میکنی؟ بشین کارتو بکن دیگه. بلچه کارتون رو سخت کردین، هم برای خودتون هم برای من. یا خانم معصومه، من همیشه با پای خودم میمدم به این شهر، فکرشو نمی کردم روزی برسه منو به زور بیارن به این شهر. اگه کمکشون نمی کردن فردا تو عدل‌آباد آبروم می رفت. شما ببینی پدر زن آیندت وسط دعواز خب درگیر میشه دیگه. زنی بچه هم هستن. آقا اجازه بس. الو بله آقا، من حواسم بود، فقط یه لحظه این. بله. حالا یه کاریه که شده، من خودم. چی؟ همین الان؟ موضوع حل شده دیگه. بله آقا، بله دارم میبینمش. آقا شما یه دقیقه به من اجازه بده. چشم آقا، چشم. چشم. پشت اون ماشین وایسا. شما دوتا میریم پشت تراکتوراتون میشینی، تو هم پیاده میشی میری تو اون ماشین. برای چی؟ برای اینکه من میگم. بهمت خب گفتم با همین بلو کن. بفرمین.
این ماشین با اون ماشین چه فرقی داره؟ ماشینش و سرنشیناش. شما که ملتفت شدی چی میگم؟ بله بفهمید، تو را خدمتون عرض میکنم. بفهمید، مگه شما نمیخواد آقای رئیس شما رو ببینید؟ ایخو گفتن داره عالم آدم ایدونن. بله خب من اومدم شما رو ببرم پیش آقای رئیس شما. بفهمید. ایراسیگه؟ نمیدونم. من صوفی هستم، با دفتر رئیس جمهور در تماسیم. دیگه لازم نیست شما تا پاسپورت تشریف بیارین، خودتون رو اذیت کنین. ایشون اومدن قم برای دیدار علما، به نظرم بهترین فرصته که شما با ایشون ملاقات داشته باشین. ها آزاد شدیم؟ ای آقایی که رئیس جمهور اومدن قم ما رو ببینن. نه دیگه آقا، قصه رو درست تعریف کنید. آقای رئیس جمهور تشریف آوردن قم علما رو ببینن، ان شاءالله شما رو ملاقات میکنن. ما با تراکترامون میان. شما با تراکتور بیاین، فقط اینجوری غروبم به حرم نمیرسین و عجله کنین. من اونجا منتظرتون هستم. باشه؟ بسم الله. سلام علیکم. خوش آمدید. چه در بستم. چند دقیقه صبر کنین باز میکنم. عجله نکنین پدر. دیدمش. رئیس جمهور رو دیدم. بیا. بیا. کو؟ رئیس جمهور کو؟ رفت عمر. من الان خودم دیدم. خجالت بکش، اینجا جای شوخی کردنه؟ شوخی چه مرد حسابی؟ میگم خودم دیدمه. روانیست جلو مقام فاطمه معصومه ایستاده باشیم، چشممون دنبال یکی دیگه باشه. هر حاجتی داریم از این خانم کریمه اهل بیت طلب کنیم. السلام علیک یا فاطمه، اشفعیلی فی الجنه فَإِنَّ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّأْنِ. بفرما، اینم رئیس جمهور. اهالی محترم اطلاباد، دقت فرمایید، ما همکنون در حرم حضرت معصومه هستیم و نایب الزیاره شما هستیم. بس دیگه ساکت. و اینم آقا میکائیل است که همیشه دل ما را خالی میشد که رئیس جمهور را نمیبینیم. و اینش رئیس جمهور مملکت ایران. زیارت قبول. چرا اینقدر دیر کردیم پس؟ دنبال جا برای تراکتورها بودیم. خیلی خوب، دنبال من بیا. صبر کن. آقای رئیس جمهور میخواد برگرده تهران، بعد عجله کنیم. بفرم. خوبیت نداره آقا. قرار شد اول زیارت بعد ملاقات. اصلا لازم نیست بچسبین به زری. از همینجا دلتون رو روونه کنین، حضرت صداتون رو میشنوه. بفرمایید. آخه همینا رو به رئیس جمهور میگفتی درار نبندن. عمو، آقای رئیس جمهور به خاطر مردم این کارو کردن. بفرمایید. بفهمید تا دیر نشد. بفهمید آقا. بفرم مولا آقا. بفرم بفرم بفرمید. خواهش میکنم آقای بود. بفرمید. بفرمید. بفرمید حاج آقا. بفرمید. شما بفهمید سر سفره یه نفسی تازه کنین، یه استراحت کنین. من میرم خدمت آقای رئیس جمهور، برمیگردم سر سفره شما. بفرمید. بفرمید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. فرهاد بشینیم. راستی این آقایون یه تشریفاتی رو باید انجام بدن، لطف کنید باشون همکاری کنید. خیلی ممنون. احترامشون حفظ کنید. دیدی میکایل، کلقره رحمت ما رو به جناب رئیس جمهور رسوند. نظرم میخوام من گلشیم. معلوم خدا همه ادلاوادیان دوست داره.
زاپاس باتریه، باتری. جای قاسم و موسا و ایسا و کرملی و قربون علی خیلی خالی. فقط فکر نمی کنم رئیس جمهور وقت داشته باشه پا سفره حرفای تک تک ما بشینه. بهتره یه نفر که بلده وارده به نمایندگی حرفانو بزنه. آقا ملا چطوره؟ بالاخره ملا زبون ملا رو بهتری فهمه. نه آقا، اتفاقا تأثیرش کمتره. چاقوانسی میبند. به نظر من خود رحمت از همه اصلح داره. همه تون باید حرف بزنین. یادتون باشه رئیس جمهورم یکی مثل من و شما هست. فقط مواظب باشید شما رو به تعارف نندازن. رو دروسی رو هم بذارید کنار رو حرف دلتونو بزنید. پس من میتونم حاجتم ازش بخوام. حاجت چیه پسر؟ صاحب حاجت این مجلس خانم فاطمه معصومه است؟ گوتابیا ملا. رحما منظورش رو بد گفت. عمش نامه است پسر جان. نامه های مردم آوردن برای رئیس جمهور. بفرمایید بشینید، بفرمایید. آقا نشید، نشید، بیا اینجا بس که رسیدن. بفرمایید این جلو، توی این صف مرتب، منظم بیستید. آماده باشین. چطوری رحمت؟ اهالی محترم اطلاعات، دقت فرمایید، زمان فراق پایان یافت و ما همشنون تا لحظاتی دیگر با رئیس جمهور محترم ملاقات خصوصی خواهیم داشت. چه لحظات شیرینی، جاتون خالی. این چه رئیس جمهور شد؟ حتما دیر رسیدیم عوضش کردن. میشنوه خوب نیست. آفرین، آفرین به همت بلند شما. هزار کیلومتر راه با تراکتور، اونم با این سن و سال. شما چند سالتونه پدر جان؟ من ایشون هم سن دو سال حضرت نوحه. ماشاءالله هنوز هم سرزنده ای. آفرین به شما. خوشحالم از دیدن این جوانهای 80 ساله. من اخبار شما رو دنبال کردم. راستش به عیال گفتم من بعید میدونم اینا با این سن و سال بتونن خودشونو برسونن به تهران. ولی میبینم ماشاءالله همتون قبراق و سرحالی. به به، سلام علیکم. سلام. اینا کی هستن؟ ایشون مشاور رئیس جمهور هستن، آقای آتشکار. ما قرار بود با مشاور رئیس جمهور ملاقات داشته باشیم. پس این همش نقشه بود که ما رو بکشونین اینجا. پدر جان شما پیش کی درس خوندی؟ مرحوم پدر. برنامه رئیس جمهور خوردن غذا با شما بود. کار فوری پیش اومد، تهران مجبور شدن برگردن. پس این بساط برای چیه؟ رئیس جمهور ایشونو مأمور کردن که به دردای شما رسیدگی فوری کنه. کاش منم روحیه شما رو داشتم. چهرهتون خسته به نظر میاد. خب الحمدلله تموم شد. همینجا یه استراحت میکنید و برمیگردید ولایت انشالله. برای برگشتن هنوز زوده. چند وقت پیش آقای رئیس جمهور به علت نقص فنی هلیکوپترش تو زمین من نشست. من به اندازه وسعم بهش خدمت کردم. حالا زندگی ما به نقص فنی خورده و اگه ایشون اجازه ملاقات ندن معلوم نیست چه بلایی سر ما میاد. شما رو بهترین نقطه زمین فرود اومدید. هر چی میخواید از خانوم معصومه بخواید. سلام الله علیه. اینی که نقل کردی قصه بود یا خاطره؟ از رئیست بپرس. اسم شریفتون؟ رحمت. رحمت بخشی، فرزند علی اکبر، کد ملی
203-94-78-34-2. بسیار ناقابله. بفرمایید. ایشون پدر دوتا شهید هستن. بله بله. خانواده شهدا برای ما بسیار عزیزن. این قدرت و احترام ما به خاطر شهداست. بفرمایید. ایشون هم پدر شهید هستن. بله. خدمت شما. بفرمایید خانم. ایشون همسر شهید هستن. دست شما درد نکنه. بدیم به کسی که احتیاج داره. من نمیخوام. بنده مأمور شدم که به شما کمک کنم. اون تا به شرطها و شروطها. همونطور که شما به گردن نظام حق دارید که دارید، نظام هم حقی به گردن شما داره. شما از چی فیلم میگیری برادر؟ این؟ مال خودمونه، یادگاریه. عمل به حرفای من یادگاریه. آقا یادگاریه؟ چیزی والا یادگاریه. آقا یادگاریه. بذار جیبت حل شد. بگذارید صادقانه و صریح بگم، این ستون کشی که شما راه انداختید ممکنه ظاهرش مردم پسند باشه، اما باطنش یک عمل مجرمانه است. جرم جرمه. پدر شهید و همسر شهید نمیشناسه. هر کس مقابل نظام بیسته، نظام هم مقابلش میسته. دیگه از رأفت نظام خبری نیست. من حرف خنده‌داری زدم آقای رحمت بخشی، فرزند علی اکبر. خوب جایی اومدید. اینجا دار و توبه است. تا دیر نشده توبه کنید. من اگر جای شما بودم تا خود صبح به درگاه خدا عنابه میکردم. کاری که شما کردید مطالبه گری از نظام نیست. گردن کشی مقابل نظامه. خروج از نظامه. خروج هم هزینه داره. حاضرید هزینه شو بدید؟ حاضرید آزادیتون ازتون بگیرن؟ حاضرید عرابه هاتون رو ازتون بگیرن؟ حاضرید بندازنتون زندان؟ اگه حاضرید که بسم الله، تهران منتظر قدوم شماست. خدایا تو شاهد باش، من اون چه شرط بلاغ است به اینها گفتم. برگردید ولایتتون، من قول میدم که مشکلتون رو حل بکنم. حالا بفرمایید قضاتون رو میل کنید. نوش جانت.
سفر برای شما تموم شد. دیگه وقت جداییه. برای من کنار شما بودن خیلی صفا داشت. حالا دیگه خیلی ها فهمیدن از دست ما پیرا کارهای برمیاد. از اینجا به بعد رحمت باید تنها بشه. این راه فقط مال منه. دیگه هیچ کس نباید با من همسفر بشه. هر کی بخواد دنبالم بیاد با من طرفه. برام دعا کنید. خیر پیش. نکنید این کار آقای بخشی. من تا اینجا زورم رسید جلوی بازداشتتون رو بگیرم. ولی تو مسیر تهران دیگه کاری از دست من ساخته نیست. پس چرا معطلی؟ بهشون بگو اشتباه کردی. بقیهش رو اسپار به اونا.
آقای بخشی، بهتره منم بدونم که چی میخواید بگید. انشالله فقط بحث آب و زمین و عدلوات دیگه. آقای بخشی میشه سیگارمو بدی؟